همراهان گرامی نوین عطاری سلام. در این ویدیو قصد داریم خواص گیاهی بسیار پرخاصیت زردچوبه رو با هم بررسی کنیم. زردچوبه طبیعت گرم و خوش داره. این گیاه عمدتاً در کشورهای جنوب شرقی آسیا رشد میکنه و هندوستان بزرگترین کشور پرورش دهنده زردچوبه هست. زردچوبه به عنوان یک ادویه میتواند مؤثرترین مکمل غذایی باشد و بیشتر مطالعات نشان میدهد که خواص زردچوبه برای بدن و مغز بسیار زیاد است. بیشتر این مزیت‌ها به دلیل وجود یک ترکیب فعال به نام کورکومین است. کورکومین یک ترکیب فعال در زردچوبه است که اثرات ضد التهابی قوی دارد و یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است. البته برای جذب بهتر کورکومین در جریان خون بهتره اون رو با فلفل سیاه مصرف کنیم. خواص زردچوبه برای معده و سیستم گوارش به خواص آنتی اکسیدانی این ماده برمیگردد. زردچوبه می تواند به هضم غذا کمک کرده و برای بهبود شرایطی مثل سوزش سر دل، درد یا التهاب و زخم معده و از دست دادن اشتها، اسهال، گاز روده، سندروم روده تحریک پذیر و بیماری های التهابی روده مانند کرون مفید باشد. خواص ضد التهابی زردچوبه موجب رفع درد عضلات و مفاصل میشه. اضافه کردن مقدار کمی زردچوبه به رژیم غذایی روزانه میتواند تا حد زیادی درد و تورم عضلات و مفاصل و همچنین درد پس از تمرین در عضلات را بهبود بخشد. علاوه بر این مصرف زردچوبه برای رفع کبودی به صورت مصرفی موضعی، کاهش درد و بهبود عملکرد در افراد مبتلا به آرتروز مفصل زانو نیز مفید است. استفاده از زردچوبه به صورت موضعی برای درمان خارش پوست، گزش زالو، آکنه، بیماری‌های التهابی پوست، زخم‌های پوستی، تورم و التهاب پوستی ناشی از پرتو درمانی مفید است. به علاوه اضافه کردن زردچوبه با مکمل زردچوبه به رژیم غذایی برای برخی شرایط مثل لیکن پلان پوستی و لوپوس مفیده. یکی از توصیه‌های متداول در بسیاری از روش‌های طب سنتی برای از بین بردن عفونت‌ها استفاده از زردچوبه است. سرماخوردگی، عفونت ریه، تب، سردرد، آبریزش بینی، کاهش علائم سندروم پیش از قاعدگی و مشکلات قاعدگی در زنان از جمله شرایطی هستند که اضافه کردن زردچوبه به رژیم غذایی می تواند بر روی آنها تأثیر مثبت بگذارد. علاوه بر این، رابطه زردچوبه و عفونت می تواند سبب بهبود عفونت چشم و تورم در لایه میانی چشم، دردهای داخل دهان و بیماری های لثه که ناشی از عفونت هستند و همچنین التهاب مثانه و مشکلات کلیه ناشی از عفونت کلیه شود. زردچوبه می تواند سبب بهبود عملکرد سیستم عصبی، کاهش علائم افسردگی و بیماری های آلزایمر و همچنین بهبود پس از جراحی و سرطان و کاهش تورم و التهاب عمومی بدن شود. مضرات و منع مصرف زردچوبه. مصرف زردچوبه در دوران بارداری و شیردهی در دوزهای دارویی ممنوع است، ولی مصرف مقدار کم آن به عنوان ادویه در غذا مانعی ندارد. زردچوبه می تواند مشکلات کیسه صفرا را بدتر کند. اگر سنگ کیسه صفرا یا انسداد مجاری صفراوی دارید، از زردچوبه استفاده نکنید. افرادی که مشکل انعقاد خون یا اختلالات خونی دارند، باید در مصرف زردچوبه احتیاط کنند. مصرف زردچوبه حداقل 2 هفته قبل از عمل جراحی باید متوقف شود. کورکومین موجود در زردچوبه ممکن است میزان قند خون افراد مبتلا به دیابت را کاهش دهد. در افراد مبتلا به دیابت زردچوبه باید با احتیاط مصرف گردد، زیرا ممکن است باعث افت قند خون آنها شود. زردچوبه می تواند باعث ناراحتی معده در برخی افراد شود یا مشکلاتی مانند ریفلاکس معده را تشدید کند. اگر زردچوبه علائم ریفلاکس را بدتر کرد، مصرف آن را قطع کنید.